یه چیز نزدیک 300 تا شرکت کننده داریم. غیر از این یه چیز نزدیک 50 تا شرکت وارد کننده قطعات خود رو داریم. علاقه به طراحی ماشین مخصوصا کلاسیک بیشتر باعث شد که وارد این کار شدم و خواستم که چنین طراحی ها رو که حالت اسطوره دارن توی ایران برای خودمون اجرا کنیم که داره یه برند خاص ایرانی ایرانیال اصل بشیم که داره کل جهان شناخته شده باشه. این ماشین 3000 تا توی دنیا تولید شده سال 1969. چه تفاوتی هست بین نسل 1973 و نسل امروزی این ماشین؟ نسل جدید اینا موتوراشون اومده جلو، عرضم به حضورتون سیستم ترمزشون جلوبندیشون عوض شده. اینه مال دهه 70 هستن. از دهه 80 به بعد سیستم کاربات، بعد هم به کاربات برقی، بعد انژکتور تبدیل شده، ضریب دنده‌ها رو کاهش داده و باعث بهتر شدن نیروی محرکه این ماشین شده. چقدر فضای خالی داره؟ این فضای خالی برای چیه؟ فضای خالیش میشه خیلی چیزا روش اضافه کرد، میشه یه باتری دیگه اونور گذاشت که پروژکتورهای بالا رو روشن کنی و توش شاسی کشی کنی که مثلا اگر جایی اتفاقی افتاد این ماشین مقاوم باشه، آسیبی به موتور رو داخل کابین نرسه. اگر شما هم علاقمند هستید تا جمعه 8 دی ماه از ساعت 10 تا 17 میتونید به نمایشگاه خودروهای کلاسیک و اسپورت واقع در پیست اتومبیل‌رانی ورزشگاه آزادی مراجعه کنید.